به نام خدا به بخش دوم آموزش های 3D خوش آمدید. ببینید ابتدا فتوشاپ رو باز میکنیم. بعد از باز کردن فتوشاپ یک عکس وارد داده میکنیم. ببینید مثل ببینید اینجا یک نوشته میکنیم مثلا هرات. ببین فونت ما خیلی خورده. نزدیک بیاریم متوجه بشید. ببینید اندازه از اینجا به بالا باریم تا 150 تا باشه. یا اینجا بنویسیم 150. اگر کم بود میتونیم 300 بنویسیم. به شکل. ببینید نوشتیم آخر. قسمت همون کمه چاختر کنیم. بولد کنیم. ببینید گذنه تریدی را از اینجا بیاریم. که خب. این بیاریم. ببینید. باید پارپارتیز را بایی بیاریم بخاطر که پارپارتیز بایی یک جا کار میکنه. ببینید. به قسمت. ایران بیاریم به نزدیک ازی قرار بدیم. روی ازی گذینه کلیک کنیم و کریئیت بزنیم. ببینید که تریدی ساخته شد. حالا اگه ما بخواهی بچرخونیم ببینید بچرخ. حالا فونت کامل با هم چسبیده. ببینید. ببینید اگه ما بخواهیم بالا ببریم ببینید همه یک جا بالا بره. حالا اگه ما بخوایم بیایم اینا رو دونه دونه کنیم، مثلا اگه خواسته باشیم میر چاخ کنیم، لاغرتت کنیم، دیگر رنگ کنیم، دیگر رنگ کنیم، بعد بیایم داخل گزینه 3D و روی از گزینه کلیک میکنیم. ببینید یه پیغام ظاهر میشه، اوکی میکنیم. حال اینا به صورت جدا جدا و دونه دونه اینجا قرار گرفت. مثلا ببینید من پروپرتیز میاریم اینجا، پنل پروپرتیز میاریم و پنل 3D هم میاریم اینجا. ببینید به شکل. ببینید تمام همین تکست ما به این قرار گرفته. حالا اگه ما بخوایم مثلا ایر انتخاب کنیم ببینیم تنها ایر انتخاب میشه. ببینید بخوایم بکشیم ای میره بالا. ببینید که اینا رو دورتر بکنم. ببینید آر اینجگاهی ببینید و ای اینجگاهی ببینید. جدا جدا هر کدوم انتخاب کنیم میتونیم پارامتر اینا رو تغییر بدیم. مثلا ما حرف H انتخاب میکنم. ببینید هر قسمت که شما انتخاب کنیم اینجی مشخصات میه به بخش پارپارتیز. مثلا هم بینیم رنگ از این قسمت تغییر نمیدی. روی ازیدو کلیک بکنیم از این قسمت کم نور و پر نوری یا کم رنگ و پر رنگ از اینجا اضافه میشه. ببینید به اینا میگم متریال. میگم متریال های ببینید رنگ ها تغییر میکنه. ببینید بخش اول مربوط به پریسیت های هر رنگ از پیش فرض یا هر رنگ و بافتی از قبل تعیین شده که شما میتونید یک کدوم از اینا رو انتخاب کنید. ببینید بشه. این قسمت دید کامره. شما کدوم دید میتونید ببینیم راست چپ که اینا رو قبلا هم گفتم ببینید. و پیش فرض. بخش نوری نه ببینید. شما میتونید نور رو از نور کم اضافه کنید. این قسمت ها متوجه بشین ببینید که تغییر رنگ میده. تنها میتونید برو تکست کار کنید. توجه داشته باشین که قابلیت متحرک سازی فتوشاپ نداره. یعنی اگر شما آموزش 3D Max من نگاه کنید خیلی راحت تر اینا رو میتونه بفهمه. اگر از شما به زیر و گراید را نمادیش میتونیم از اینجور غیر فعال کنیم. اینو لازمه داره میتونیم فعال کنیم و یا غیر فعال کنیم. ببینید از قسمت و بخش 3D غیر فعال. اگر خواسته باشیم که نور به دسترس شما باشه فقط کافیه از قسمت روی اسپوت کلیک کنه. ببینید این آل وقت برو نور خو کلیک کنه میتونیم نور رو به هر زاویه بچرخونه. ببینید کلام کنه از قسمت. ببینید از قسمت بچرخونه. ببینید به هر زاویه خواسته باشیم میتونیم نور رو بچرخونه و از این پارامتر از این میتونیم کم اضافه کنه. ببینید به شکل. بخش دیگه که هست مربوط به پارامتر خود پروژه. ببینید تغییرات رو به اینجا متوجه میشه چه شکلی به شکل خود شما خواسته به شکل رو تنظیم. قسمت بعدی هم مربوط به متریال دینه که شما میتونیم وقتی یک متریال رو تغییر بدیم متوجه میشیم که چه تغییرات رو میاد. ببینید قسمت بعدی رو برو نوبت هر کدوم شما تغییر بدیم تا
دقیقه متوجه می‌شین این قسمت زیری نزینه. اگر ما بیاییم بچر خونه میره متوجه میشه. ببینید به شکل زیردی رنگشه. و اگر خواستیم یک رنگ بدینا به صورت جداگانه بیاریم که از قسمت روی ریپلاس کلیک کنیم، مثلا یک عکس جایگزین کنه. ببینید که عکس شما روزی قرار گرفت. البته توجه داشته باشین که عکس شما باید از جنس رنگ باشه. نه وقتی قسمت ها بعدی از این شما میتونید کلیک کنید ببینید که تغییرات در قسمت شما خواسته باشه میاد. ببینید به شکل میتونم اینا رو کم اضافه بکنم. و بخش نور ببینید اینا قبلا هم گفتم ببینید به شکل میتونم اینا رو کم نور رو پر نور کنم. ببینید روی نور کلیک کنیم پارامتران نور رو بکشیم. ببینید اگر بیایم زیرم تغییر بدیم خوشگل تر میشه. که میره غمان بود داره هر رنگ شما خواسته باشیم بریده این مارکر نمیتونه. یعنی وقت پروژه شما تکمیل شد خواستیم از دو خروجی بگیریم که دیگه بالای دو کار نمیکردیم. مانند فوتوشاپ نیه که شما بخواییم ذخیره کنیم پروژه تریدی شما ذخیره شد. شما باید بیاییم از قسمت به قسمت تریدی بیاییم و روی رندر کلیک کنیم. وقتی روی رندر کلیک کنیم بیشتر سیستم های کسته جی بی رم اینو پایین تر باشه هنگ میکنه. پس باید دقت کنین که رم شما خیلی پایین نباشه تا بتونه شما راحتی رندر کنه. وقتی روی رندر کلیک کنیم ببینید کامپیوتر شروع میکنه به رندر کردنه. ببینید این قسمت ببینید حاله در حال پر کردنه که پروژه شما تکمیل بشه. وقتی تکمیل شد میتونم بر قسمت خاصیم ذخیره کنم یا خروجی کار خور ببینید. ببینید از قسمت روی نیو مچ فرام لایر کلیک کنیم از قسمت روی شیپر کلیک کنیم. اگر بخوایم رنگ ازیر تغییر بدیم میایم از قسمت روی ازیر گزینه کلیک میکنیم. ببینید از قسمت روی ریپلیس تکچر کلیک میکنیم. از اینجا هر عکسی که خود شما خواستیم میتونیم انتخاب کنیم و ریپلیس کنیم به شکل. ببینید که رنگ ازیر کلان تغییر کرده. ازیر ببینید نوری رو کم اضافه میکنیم. به قسمت ها قبلی نمیشد که نور کم اضافه کنیم چون قابلیت کم اضافه کردن رو نداشت، یعنی دیده نمیشد. ببینید شما میتونید به بخش لایت ازی نور رو کم اضافه کنیم. ببینید از قسمت به قسمت پوینت بریم و میتونیم نور خور به صورت درست برنامه ریزی کنیم. ببینید بخش رنگ ها میتونیم دیگه رنگ هم انتخاب بکنیم. ببینید به شکل هر رنگی که شما انتخاب کنیم میتونیم از اینجا مشخص کنیم. و بخش لایتی رو میتونیم شما از قسمت به قسمت پوینت بریم و رنگ رو مشخص کنیم. ببینید که به زیر قرار گرفته. ببینید میتونیم رنگ رو از اینجا به قسمت به صورت دستی به هر قسمت که خواستیم با انتخاب بدیم. نوره از قسمت هم که بخش خود پیش فرض فوتوشاپ که شما میتونیم از اینجا توجه داشته باشین که فوتوشاپ فقط بخش 3D دی قابلیت ذخیره سازی با فرمت 3D داره که به داخل دیگه برنامه باشه، ولی خود قابلیت متحرک کردن از اینا نداره که اینا رو بیا متحرک کنه و به راه بندازه. ببینید از قسمت پن انتخاب کنه. ببینید بکشیم این قسمت روی پن سلکشن کلیک کنیم اینه تا این انتخاب بشه. این قسمت روی پد بیاییم و کریئیت بزنیم اینه. ببینید که چه ساخته شد. خب حالا اگه بیاییم ریزی گزینه کلیک کنیم ببینید این قسمت میتونه رنگ تغییر بده. ببینید این قسمت هم میتونه شما اونار کوچیک بالار کنیم. ببینید بشک
تمام خصوصیات هر شیی که شما اینجا درست میکنیم به محصی که بروی کلیک کنیم مشخصات دیگه بروی بخش پاراپارتیز ظاهر میشه. شما میتونیم از اینجا تغییرات بروی دنو اعمال کنیم.